مسیری که عاقله را به خاطرات سخت دو دهه پیش می برد. نیم ساعت منزل به هدف آموزش. تجربه 14 ساله که زمان برای دختران به گذشتن از هفت خان رستم می ماند. نادیده گرفتن شرایط جنگی و باورها علیه آموزش کار ساده نبود. موانعی که فقط چند دختر در اینجا موفق شدند از آن عبور کنند. دوری که تربیه معلم می رفتیم تا به این شد که سر ما فیر کردند. در نزدیک ما چار اطراف ماکت مرمی می زدند. باز صنفی های می گفتند که شاید عاقله ای آخرین روز ما باشه. خانواده مثلا می گفت دختر فلانی نمیره، درس نمی خواند، تو چرا بری بخوانی؟ خود دیگر ها که خواندین چی شده؟ چی کردین؟ از 18 هم کلاسی عاقله تنها 3 نفر به تحصیلات ادامه دادند. متباقی همه خانه نشین شدند. عاقله حالا برای خودش شغل دست و پا کرده و در جامعه اعتبار دارد. اولین دخترایی که راه را برای تعلیم دیگر دخترها در پنجشیر باز کردن از این مکتب فارغ شدند. اینا دوستای هم دورهی مکتب بودند که یک زمانی به علیه باورهای نادرست در پنجشیر مبارزه کردند و درس خواندند. حالا هر کدامشان استاد شدن و گیر دستشان ده ها دختر دیگه درس می خوانند. از هم نسلان او بسیارند دخترانی که حسرت آموزش به دلشان مانده. این جنگ بود که سرنوشت دختران در پنجشیر را رقم می زد. بی سوادی زندگی را برای شکریه دشوار کرده. وقتی که ما می رفتیم مکتب می خواندیم، شامل مکتب کردند ما، مگر مشکل چی بود که بخاطر جنگ بود دیگه کسام نمی ماندند که طفلشان برند درس بخوانند. پدر و مادر ما هم ترسید نماندند ما. برای میگه که کاشکی که تو سواد می داشتی که مشکل تل می شد دیگه. اینا 4 دانه طفل یتیم است، مشکل اینمی است که هر جا می رویم کسی در کار نمی گیرد. پنجشیر تنها ولایتی نیست که دختران از آموزش بازداشته شدند. این مشکل در افغانستان در بیشتر ولایت ها دیده می شود. با گذشت سالها کماکان باور مردم پنجشیر نسبت به آموزش دختران تغییر کرده. شاید عاقله و امثالش بودند که در تغییر ذهنیت مردم نقش داشتند. حالا 800 دختر از روستای تاواخ به مکتب می روند. 20 سال پیش همزمان با سقوط حاکمیت طالبان، باورها علیه آموزش و پرورش در پنجشیر هنوز هم حاکم بود. عاقله و امثالش اولین دخترانی بودند که به علیه باورها جنگیدند و حالا با گذشت 2 دهه این باورها تغییر کرده و از هر خانه در پنجشیر یکی یا 2 دختر به مکتب میرن. آلیا فرزان، BBC پنجشیر.